تو مطمئنی 150 هزار تومان از ما میگیره؟ آره، از جایی مطمئنی خبر دارم. اون جایی که میره خربته، پرنده بر نمیزنه. اومدش بکش. پولاتون کیفه؟ آره آره. نه صبح که رفته هنوز نیومده. خونه خودت باید باشه. پسرخاله زنته، رفیق خودت، سراغشو خونه خودت بگیر. خب خفه شو.
نامردت کجاست؟ هنوز نیومده. هنوز نیومده. را خوب میدونی من چی میگم. همه به هم میگفتن انقدر به این پسر رو ندم. تو خونه و زندگی خودم نیارمش. ولی من میگفتم پسر خاله توه، رفیق منه. بابا نونو نمک خورده. کابرا! کابرا حاضری؟ حاضری کابرا؟ صدوق جناب علی با اونها داره میاد مثل شاق شمشن. سلام. سلام. باید خاکی نداری بگو. چرا داشتم تاقی جون. شهر داری زهرش دار. زنش دار؟ نوکرتم بگو. سلام آقا. سلام آقا. چاکرم تاقی. کله بچه برای تو بیارم. قربونه دستی. الان میتونم بیارم. سرکه جان یه تو که با زحمت بکش با آقا رضایی ما برسن. چی کار کردی آتاقی؟ این همه کرده پاچه؟ ببینم دخترم چطوره؟ حالش خیلی خوبه. خیال تخت تخت باشین تن بیمیرد. ننه من مثل نرشی رزو مواظبت میکنه. آره ننه خیالت راحت باشه. بسه تو خوبه چیش بسش مواظبت میکنه ما. ما میخوام از این شهر ببریش. اینجور که میگن یکی دو سال اون زنک تو زندونه، چهار پنج سالم من. وقتی اون زن از زندون خلاص بشه نمیخوام بیاد سراغش. اگه دیدیش، اگه پرسید بگو بچهش مرده. میبریش رشت و هر وقت اونسی یه تو که پا بیارش اینجا من ببینمش. دلم میخواد اقلا صورت باباش یادش نره. چشم، بروی اون چشمای قشنگ من، نوکرت امر جوری که تو بخوای، با جان این ننه من، فقط میدنی؟ فقط چی؟ فقط زود بیاین بیرون. چشم آبجی، شامم باقالی پلو درست کنیم. آخه دختر جون، مگه دست خودمه؟ میدونم دست خودتون نیست. ولی آخه آقا تقی انگشتر نامزدیشو پس گرفته. میگه تو آقا رضا از زندون خلاص نشه عروسی بیاد. آخی این چه کاریه؟ منم هی به این خیر ندیده میگم، اما این خیر ندیده. آخ جلت بکش بابا. قرار داده اکشی رو باشیم دیگور من ننه گفته. روزی که جناب علی از زندان تشریف بیارید بیرون، منم این انگشتر نامزدی رو دوباره دست این دختر خانم جان میکنم. بنده خیلی با معرفت دارتر از اونم که بدون رفیق بنده کی زندان از عروسی بکنم. میدونستم فقی، میدونستم. وقت ملاقات تموم شد. بچش، بچش، سرکار مخلصتم هستم. خدا حافظ. بریم، بریم. آقا رضا، خدا حافظ. آقا رضا، آقا رضا. جانم. نوکرتم با امید روزیم که قربونه تو برم زود زندم بیای بیرون منم عروسی بکنم نوکرتم ایشالله قربان تو برم ایشالله خداحافظ به 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 عجب آب اینه نه جان آدم حواست میکنه برای تو این آب یه چای درکین درست بکنه بخورت به جانم اوه به 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 بیا ننه جان با چر بیا بیا با جان تو هنوز این بچه رو لختش نکردی با سرما بخوره چی شیر سرما بخوره تو خیال ببونی که تشما من یه دمش بگیش با چه کاری نداشته باش بلد نیستی من بلد نیستم ننه جان من خودم یک عمر یه سه دنشور حمام تو چی داری میگی اصلا بده من با چه در لکه مدن حمام بودی بلش کن در ره منم جای بابا اینه بلش کنی با چه رفیق منه بلش کن تو ببینی یه برش میداری من میگذم تو حیات یا میدمش خوشی راحت اصولش میکنم بلش کن لیش کن آقا من تو چی داری بلش کن
بلکن با چه خواه شد ننه الان از روزی که گفتی منو نامزد میکنی 5 سال گذشته. تا حالا بهانه‌ت این بوده که رفیقت در زندان آزاد بشه. میگفتی که گرفتار بچه‌شه، حالا که رفیقت امروز آزاد میشه دیگه چی میگی بی تربیت؟ الهی که من قربان اون نازقم زوغم ایشت برم. چشم روی چشمای قشنگ من، تو اجازه بده اومد دیگه زندان آزاد بشد با تو قبل از من جنازه رو میبندی؟ حالا اجازه بده یه کیسه تمیزی تو رو بکشم. من دیگه نمیدونم، خودت میدونی و برادرم. قربان تو برم، من با اون برادرای تو طرف نکن. من حوصله اون هفته کچل بیمور ندارم تو بیمی. حالا که فعلا یکیشون اومده اون باشه. وای خدا، یک کچل چه چپ اما من نگاه میکنه. خدا به داده ما برسه. سلام تو بیمی. حلقه آبجی ما چه شد؟ قربان، حلقه آبجی جناب علی رو دستش میکنم بعد مقدار رسیده. جناب علی فقط اجازه بده رفیق ما از زندان آزاد باشید. بعد قربان شما ناسلامتی لوتی سیر اسم رسومات لوتی گریره میدانی. وقتی رفیق آدم زندان باشد نامزد بازی که آدم نمیجزبد. قربان اون کلی بیموی تو برم منیلا با مرگ تو آدم این کلی رو میبینی خوشش میاد بزنه دوسته چه تا شد؟ با مرگ عزیزی جناب علی امروز رفیق من از زندان آزاد بشه فردا عروسی رو کردم. ناچاشا کن میزنی قربان. هنوز که عروسی نکردی؟ داشتم قرار دادی میباسیم. لازم نکرده. بیبری مابچه بیبری. قربان اون کله رو با چی میشوری؟ ببخشید. ای آمان، این یک کچلش بود. خدا عقبت من خیر بیارد با اون 5-6 کچل دیگه. خوبه. الهی من قربان رضا جان من برم. الهی قربان تو محبت آتاقی جون، چقدر توی مدت واسه من زحمت کشیدی. این حرفا چیره؟ من وظیفه من انجام دادم. ربیو بریم بچه منتظرم. اینه عیف تمام روزایی که تو زندون به انتقام فکر میکردم. اون بالا یکی هست، من با زودتری نمیفهمیدم. اون خودش جزای تو رو داده. خوشحالی؟ نه، حالا دیگه واسه هم فرقی نمی کنه. رضا، من هر روز می مادم دم زندون، منتظر بودم تو آزاد بشی، بپرسم بچم کجاست. بچت؟ تو دروغ میگی، بچه من زنده است، دل بچم زنده است. من یه مادرم، خطا کردم، کج رفتم، گناه کردم. هرچی بوده باز یه مادرم. میخوام بچم رو ببینم، بغلش کنم، میخوام به پاش گریه کنم. من بچم رو میخوام. بچم کجاست؟ مرده. من باور نمی کنم تو داری دروغ میگی. تقریم چند سال پیش به من گفت مرده، اونم دروغ میگفت. بچه من زنده است. کدوم مادریه که دلش بهش دروغ بگه؟ دل من میگه بچم زنده است. خدایا من پیداش میکنم. مامان ببین تمام ناخونامو گرفتم. آره مامان ببین خودم گرفتم، با معصومه قهر کردم. مامان میگفت تو مامان نداری. گفتم به هکی. بهش گفتم یه مامان دارم از تمام مامانای دنیا خوشگلتره. اونم گفت دروغ میگی. اون وقت منم زدمش. خوب کردم زدمش مامان. چرا زدمش مامان؟ آخه تقصیر خودش بود. مامان پس کی میریم چرخ و فرک سوار شیم؟ بابام که نیست. خب تو باید منو ببری. راستی مامان، پس بابا کی از اونجا که هست میاد بیرون؟ درسته که عمو تقی هست و منو مرتب با خودش میبره بیرون، ولی اون بابام نیست. من بابای خودم رو میخوام، میخوام با اون برم بیرون. دلم براش خیلی تنگ شده. دل بابام واسه تو تنگ شده. بابا بابا چون بابا چون بابا عزیز بابا عزیز بابا خدایی که قربون دختر خوشگل بوده.
مانوس خدا هیچ بچه یه بی پدر مادر نکنه. وای دو کچل این حلقه عادی ما چطور شد؟ شب از مشهد اومده. بنده قربان مخلص همه بچه های خوب مشهدم هستم، همشن میدنن به خودم. راجب حلقه اونم که پیش بنده از همین یکی دوتا روز شما اجازه با من بدید خودم ترتیب قرار میدم، خیال شمارم را. ببخشید قربان، با نظرم شما دوتا همسری؟ ببخشید قربان، بنده یه قدر توپق زدم، منظور من این هم کله اینده. بله بله دوتر کلک این کارو بکنم. بله با من طرف چشم قربان، شما بفرمایید نهاری صبحانه شامی یه چیزی میل بفرمایید الان من ترتیب میشم. بله زود چشم بفرمایید. ایمان دار خانه خراب خدا تنها چیزی که بینا داده دوتا کله این خربوز دراز و چهار گوش صف بزن دوی سرشنه. شده. بازم میخوان منو هموم کنن. هموم؟ هموم که عیبی نداره بابا جون. آخه تو دست اینه چرا پدرم رو گرفت؟ چی گرفتی به منم؟ بیا دوستت دنبال تو میگردم بیا بریم سرتن دمو شدم تمیزت بکنم ده چه گرفتاری شدیم ما. بیلش کن این سکتش بلش کنیم نه بلش کن بابا. من خودم الان لباسم رو میپوشم و با خودم میبرمش همون. سه سال چهار سال من اینو بردم همم سردن شستم. حالا تو میخوای ببری همم؟ خیلی خوب حالا یه دفعه باباش ببره. بگه خیلی داره بابا اصلا نبر بودی خوششویی راحتش کن ببرش جوارده وروجک. خب حالا میبرمت همون و یک کیس صابون میکشم که سفید شد. خوش اومدی مهمم. ببخشی قربون شما خدا حافظ. منو میبرین این همون؟ آره بابا جون مگه چشه؟ من یه خانم هم یه خانم محترم شدم بس منو ببرین همون مردونه. آره راست میگی بابا جون عجب خنگی شدم من. ولی اینجا هم که من نمیتونم بیام بابا اینجا زنونه هست. وایسی بینیم باز یه فکری کرد با یکی از این خانم ها میرم. آره انگاری بعد نگفتی خانم ببخشینا معذرت میخوام این بچه من مادر نداره میخوام اگه زحمتی نیست با خودتون ببرین بشورینش من اینجا منتظرتون میشم. برو آقا جون من خودم یه نفر میخوام خودمو بشوره. با عجب خوش اخلاق این خانوم. یکی دیگه داری؟ آره آره واسه بینم ببخشی خانوم معذرت میخوام مردونه دختر... اونجا بله میدونم ولی این دختر ممکنه با شما بیا بچت بخوره تو سرت. آقا من وقتشو ندارم. چی خوش اخلاق؟ میگم چطوره که ببرم از اصلا خوششویی بابا جون. پس گرفته این دل که آتس گرفته. بله خود نمیرین آقا ببخشینا اونجا که زنونه فرق نداره میرم دوش بگیرم. بابا این آقای چرا اینجوری بود؟ از باغ وحش فرار کرده با زنجیرش باره شده. ممکنه خانم این بچه منم با خودتون ببنه تو همون بشوری؟ خودم تا این دوتا رو بشورم شبه. ایوا بابا بسه این دفعه خودم بگم. خیلی خوب برو پایین ببینم چی کار میکنی میتونی یه نفر رو بلند کنی یا نه. برو بابا برو او یکی داره میاد بودو. سلام خانم. سلام. خیلی بد ببخشینو بابا این برای تو هموم زنونه راه نمیدن اوناهاش اونه که اونجا وایساده. میشه شما منو به خودتون ببرین همونو بشورین؟ چرا با مامانت نمیری؟ آخه من مامان ندارم. باشه مامان جون چرا که نه بیا بریم بیا. سلام چاکر خیالتون راحت باشه آقا من خودم همومش میکنم. خیلی ممنون قربون شما. آخه خدا خیلی خوب دیگه الان تموم میشه تمیز میشی خوشگل میشی الان آب میزم آده. آها الان تموم میشه دیگه پشتتم بشورم. آره کرده دختر آب بری چشم توی دقیق سب کن مادر. آها بیا اینم آه تمیز شدی خوشگل شدی. آها خیلی ممنون خانم خیلی زحمت کشیدید. خواهش میکنم زحمتی نبود. بودی بی بغل بابا. من میخوام بغل مامان جونم باشم. چی ها خوش کردی بابا بیا پایین خانم کار دارم. نه خیلی منم باهاشون میرم. کجا میری؟ هر جا که بره. اصلا اینا بیاد خونه ای ماهی نه بابا جان نمیشه بیا پایین. منزلتون همین طرف هست؟ بله بله کوچه بالایی. باشه من در خونه میارمش. خیلی ممنون اگه زحمتی نیست اون رو سرش بندازی سرش. چشم چی شد؟ خواهش
میکنم یه دسته قشنگ تو خریدم قربان. چرا دستم نمیکنی؟ آها، برای اینکه هر کار حسابی و هر حسابم کتابی دارد، من اول باید به رفیق بهتر از برادر من یک سر و سامانی بدم، بعد این انگوشتر توی دسته تو بکنم دست بچم نشو خودم کلک کاره میکنم. نمیخوام. شاید اون رفیق بهتر از برادرت تا 10 سال دیگه هم نخواد سر و سامون بگیره ها؟ چرا میگیرد؟ من خودم دستای من بالا میزنم یه زن خوبی برای اون میگیرم. آقا هر کار حسابی و هر حسابم کتابی دارد. اون بیچاره 5 سال زندان بود، الان دلش برای یک ازدواج خوب لگ زده. بو خدا امو تقی، سلام امو تقی. سلام وروجک، کجا بودی؟ آهای امو تقی، ببین چقدر سفید شدم، مامانم منو برده همون. مامانت؟ کدام مامانت جان؟ آره خودش گفت مامان من میشه، الان میارمش. مامان جو بیا. گفت مامانم؟ کدام مامانه میگه؟ ماما این امو تقیه. سلام. وای وای، سلام مامان. بابا جم، اینگه مامان منه. قربان تو مامان بره میلل، چی نگاهیم با من میگونه جوان مرده. عجب مامانی، چه قمیشیم میاد. مامان جان خیلی خوش آمدی، اجازه بده من این مامانش رو آروم، چی کار داره میکنه تاقی؟ خانوم آشناست. خب معلوم میگی آشناسی لاهی که من این آشنا رو نفهمیدم. قربان شما برم الهی جانم. بیرم که ببینم کجا بریم جان؟ که خانوم با تو آشناست. ولی کجا آشنا بود کندی پیس هم شده؟ گفتم هر حساب کتابی و هر کتابم حسابی دارد. بفرمی خواهش میکنم، بفرمی راحت راحت باشی، اینجا اینه هو خونه خودت. بفرمایید سن چی مومینیم؟ فکر میکنم دیگه باز نهارم حاضر شده باشه. بیا بریم. امو تاقی میگم که چه سیما بیم شغلی غرقم بیلو غمیش میه، چی میخوای اونو بگو؟ برو نهار رو برده بیار خنگ خدا. پس نهاره میخوای اونو بگو؟ دبره هی برای من رکن درول میرخصد. چشم برمان تو چه مامانی داری؟ چیز ببخشید، چه نهاری داری؟ الان میارم بریم آشپز خانه، بریم ببینم حالا نهار چی داری؟ والا ارزم به حضور سرکار، باقلاقا توق، کشک بادمجان، ترشی پنیر، مربای خیار شور، میرزا قاسمی. بیا چشم کن. هر کتاب حسابی و هر حسابم کتابی دارد. چرا گفتی بیا؟ بریم آشپزخانه. امروز خیلی زحمتتون دادیم. پس نمیزدی من چی میشه؟ نمیزدی چی من تو رو دوست دارم. وای سوکه چل، این حلقه آبچی ما چی شد؟ داشتم از کرموشا اومده. بنده مخلص تمام بچه های خوب و عالی کرمانشاه هم هستم، قربان شما برم. سلام سوت، سلام به خدا. همین امروز فردا کلک کار میکنم، نراحت نباشیم، تمام کار درست میشه، بعد با خیال راحت هیچ ایدیم ندارم. زیاد طولش ندی ها، با من طرفی. چشم، کاملا خیالتن راحت باشی. الهی که من قربان اون کله مانند کدوم شما برم. بیا بر جلو با این پشکل میده خانه قلب. چه گلی با مرگ تو آدم گاهی از اوقات حوث میکنه. آهای ببخشید قربان، میخواستم بپرسم شما برادرها چرا هر کدومتون تو یک از این شهرها علاقم بالاخره است؟ به تو مربوط نیست. نه قربان نیست، نه خیر. بفرمایید نهار شام صبحانه حاضر. سلامت باشی، راه بیفته آشان. بفرمایید بزن بری بشورم اون کله کچلتنه بباره تو بیمیری همچین بزنم میاد. جان آنکون بیا پایین بریم، بیا کاره دارم. خب من دیگه باید برم. کجا؟ نه مومو نه، تو خود پیش من بمون. بله نهار تشریف داشته باشین، شاید بعد از نهار اون زنم بره. بمون مامان بمون، تو خدا بمون. چشم. مرسی مامان، مرسی. راستی بابا قول دادی بعد از نهار منو ببره گرده شده نره. باشه دخترم، میبرم. مامان جونم باید بیاد. مزاحم خانم نشو، شاید کار داشته باشم. نه نه باید بیای، تو رو خدا بیا بیا. باشه قربون مامانم برم.
چرا بچه منه؟ دلم به من میگه که بچه منه. نه جان من، اون بچه یک از رفقای رضاست. وقتی تو زندان اعدامش کردن، اونا سپرده دست رضا. برو تو رو خدا برو، برای من درد سر درست نکن. اگه آقا رضا من با تو ببینه دعوا میکنه. اون بچه منه، اونا به من دروغ میگن، اون بچه منه. تو ورمنه تو برم، برو. این همه روزه چکه. این داشتم از اسفون اومده. آره، من از اسفون اومدم که تکلیف تو روشن کنم. والا تکلیف بنده و خواهر شما اگه روشن است. شما چهار نفرین، هر کدام از این داشتم من بی خود معطل شدم. اوه یواش، اگه مردین دوتا بی انجلو ها. روزه جل آمدین. اینجا چه خبره؟ چیزی نیست، کچل پارتیه، میشناسمشون. با چی رو بدیم من اگه خواستیم دوام کنیم؟ نوکرتیم آقا رضا. خیلی چکر. خب اون که وظیفتونه. میگم، میدونم که شما ناراحت خواهرتون هستین. اما این آقا تقیه ما یه چند روزی گرفتار ما بوده. ایشالله همین روزا خودم انگشته رو دست سرش دارم. آشه، 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 باشه اختیارمم در شماست آقا رضا، هر کی که شما رو ببینه. خیلی ممنون، قربون شما. با اجازه. خوش آمدید. برو بری. باز که این زنک در خونه نشسته. تو ناراحت نباش برر، بنده و ننه بنده با ایشان صحبت کردیم، همین روزا خسته میشه میذاره میره دی. حالا با فرما بالا تو با فرما دی اور قشنگه. من ننه صد شوهرم. پس شوهرش کن. هاشش اینم شوهره، اینم برادر شوهرش. وا به این سودی، دختر خیلی ناز داره. میدونی اصلا پسر من نمیخواد پروی دختر تو بایست. آره. واه واه خدا بجور، اصلا من دیگه باش حرف نمیزنم. خب خوشگلی که خوشگلی دیگه، چرا داد میزنی؟ خب واسه اینکه کفرمو بالا میاری. خب حالا من چجوری نازت رو بکشم ها؟ نمیدونم، از خودت بپرس. اگه پسر شاه پریون بشم، سوار اسب سفید بشم، شمشیر مروارید نشونم و دست بگیرم، زنم میشی؟ نه، اگه پسر شاه پریون بشی، فولاد زردیب میاد، شمشیرتو میشکنه، تو رو تو چاه میندازه و منو میبره. اگه فولاد زردیب بیاد، منو تو چاه بندازه، با ناخونام چاه رو میکنم، دیو و سر میبرم و تو رو آزاد میکنم. اون وقت زنم میشی؟ نازم میکشی؟ تموم عمرم. چی مهرم میکنی؟ تموم عالم. شیربها میدی؟ تموم جونم. انگار عوض ملوس ما داریم عروسک بازی میکنیم. خب من دیگه باید برم. منم باید میام مامان، منم میام. مگه نمیدونه که شبا تو بیمارستان کار میکنه، باید بره سر کارش بابا جون. نه خیلی، منم با مامانم میرم، منم میخوام برم. نمیشه بابا جون، نمیشه، کجا بری؟ میخوام برم، میخوام. خیلی خب عزیزم، بیگه نکو، میبرم ات خونم. خیلی برو جک مزایم خانینجن نشو بده بره. خیلی نداره، من امشب سر کار میرم. باش بریم عزیزم. خدا بسرم حواس جمع باشم با من اذیت نکنی. چه مامان خوبی داری، چه خانم، چقدر مامانه. جان تو هم مامانی لایمون. قربان تو برم الهی، تا صدوق تو بله. قربان قد عروسه بازی بکنید، تا صدوق تو بله. بچه میلهی قربان تو برم بله. اون باره نگاه کن، میخوام یه قد عروسه بازی بکنم دی باره جیه. چطور نازی ماشالله، دورت برم الهی. تونتر بیا مادر. خانون بله. خانم، این بچه، این بچه مال شماست، مال شماست؟ بله، خب از خودش میپرسم، من کی هستم ملیس؟ مومنچون من، مومنچون من. خب، کار دیگه این چرا دارم؟ میشه، میشه من بچه شما رو بغل کنم؟ میخوام، میخوام فقط بغلش کنم. نه مومن، من از این بفرستم. نه ترس مادر جون، بیا بغلم. آها، آخه کفشم افتاد. خیلی خب، چیزی نیست. نزنه. از چی میترسی ملوسم؟ خانم کاری با تو نداره، فقط میخواد کفش تو پات کنه. اون بچه منه،
اون بچه منه. ای پانچه پانچه درم جن کل پانچه پانچه کچل حال غابتی ما چی شد؟ این داشتم از شیراز اومده. سلام سلام، بنده مخلص همه بچه های خوب شیرازم هستم. اونو که وزیبا ولی این رفیق ما تازه به جان شما از زندان آزاد شده. شما پنج نفرین، هر کدام یک روز من وقت بدی نه من کل کاروسی عبجیر کندم به جان شما. بفر من کل بچه بفر من حیزیر بده جان بیا تو این غزره بر برای غرزه آماده کن تا من خدمت برسه و الان هم میام بوده بینه لازم نکرده را بیا بیا پاشو عوضیه این کلشو بیوصفه خیلی قناسه. این نامزد ما بایی گردن کلو بروخ من میکشه با مرگ تو عصبانی باشم یه دفعه. لا اله الا الله. نمیزن آدم آرام بنشیند یک لحظه دی عصبانی میکنن آدم به خسته نباشی آقا رزا جان. سلامت باشی. به میدنی من یاد چی انداختی؟ یاد زمانی ده که میاندار بودم ولی حالا با اجازه جلودار شدم. ببین چی آوردم جان رزا. بیا چی آوردی؟ بیا بخور میخوام خستگی رستن بوش که کلافم کرده. بفرما بفرما فوق چی آوردم داغم از میگم ابا مرگ تو غذاها هیچ چیز جای کله پاچه تهران و میز قاسمی گیلان خود منو نمیگیره. گل گفتی بخور زنده باشی پسر. چی کرده دست درد نکنه. آها نگاه کن پدر سگزا به به کله رو نگاه کن جان من اصلا مخ نداره. آره هیچ مخ نداره خودته. آخ کاش که یه چیز دیگه هم بود. میدانم میدانم تو چی میخوای، میدانم تو چی چی را حواس کردی. بعد مدتی که زندان آزاد شدی کل پاچه رو با این عرق میخوای. میدنم به مرگ تو به خاطر تو خریدم دست من از دست بدم. بدشمنم نگاه کن باندلولش هنوز باز نشده به جنه تو بخو کیف کن. زنده باشی. اینم خوب شد آخرش. اینم میدونی تاقی جون فقط جای یه چیز دیگه اینجا خالی. این گفتی میدنم میدنم ره بگو بینم تو مگون دوستش نداری. چرا مگه تو این خاطر خش نیستی؟ چرا ره این چن بیمیره مگه عاشقش نیستی؟ مرگ تو چرا؟ بس بخور میدانم که عاشقش هستی. عاشق کله پاچه و عرق؟ نه بابا دختره رو میگم عاشق کله پاچه و عرق. چرا چرا خیلی خاطرشو میخوام. خب بس برو خواستگاری ده مگه چولق نیستی مگه؟ دیده چجوری خواستگاری کنم؟ تو عروسک بازی همه حرفامو بهش زدم. به 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 دست ننم درد نکند. آقا بعد از 40 سال عروسک باز شده. بابا جان خواستگاری مراسمی دارد، بزرگتری لازم داره دنبال کار آدم بره جلو حرف بزند ببورد بگه دست روزی بیزرد و دست کلکشو بگه بره بیکار اینه جان. حالا غزتم بخور خودم به نام بزرگتر را میفتم میرم جلو عروسی را میگیرم کلکشم میکنم دست روزم بیزرم تو دست با جان تو خودم بزرگتر تو. تو؟ خب بالا آدمی بی بزرگتر. من که بزرگتر تو باشم بهتر از اینه که اصلا بزرگتر نداشته باشی گیره. خیلی خوب بابا خیلی خوب حالا تو بزرگتر ما باش. خیلی خوب پس بخور این شدی سابی بخور بریم خواستگاری. بخور این دوتا گلاسم ور میداریم به سلامتی عروس داماد آینده میزنیم به هم دیگه بزن. سامان ایک سلام 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 چاکرم. ما به عنوان بزرگتر آقا سلام علیکم. والا ما برای یک امر خیلی خیلی مهمی خدمت رسیدیم خانم. ساکت ره. چی شد؟ با تو چی مربوط؟ یک نفر بزرگتر باید درد بزند که درد میزند ده. تمام شد. من به نام بزرگتر آقا میفرمایم تو بفرمایم. بفرمایم بزرگتر. نه بفرما ده جوان مرده چقدر چق شده نگاه کن. جونه بابا خیلی لطف کردی. یا الله نه حالم کم نباشی. یا الله مبارکس انشالله. خیلی هم مبارکس. آره مبارکه مبارک. چی رو مبارکه میگی مبارکه؟ والا نمیدانم چی رو. ننه چی رو مبارکس؟ من چی دانم؟ مروز که دیشب اذیتتون نکرد؟ نه خیلی دختر خوبی خانومه. معلومه که خانومه. قربونت برم بابا. آقا رضا جان مبارکس. ننه مبارکه ابجی خیلی مبارکه به خدا. چی مبارکی؟ والا به مصداق مسئله معروف میگن بار یک لنگ هیچ وقت به مقصد نمیرسه. درسته. ما بنابراین یه لنگ بار اینجا داریم. درسته. حالا دنبال یه لنگ دیگر میگردیم که دو لنگه ما را با هم به مقصد ما برساند که چیزی که مقصد نداشته باشیم. نه درست گفتم یا خیت کردم ها؟ چی گفتم؟ چاییدی. چاییدم؟ بابا این حرفا چیه؟ و همینطوری که بزرگترها گفتن
یک دل دست صدا نداره، برای همینه که همه دو دست با هم میزنن. بح بح. و طبق گفته شاعری معروف خواننده میگه بیا تا دو تا باشیم و یک دست صدا نداره. سابیدی چی رو سابیدم؟ اخوانه خراب یه همه میگه خابیدی یا سابیدی؟ بله، ازدواج در دنیای امروز بسیار بسیار واجب و لازم است. و الا من کجا و هندوانه؟ بله، ما بزرگترها باید همیشه به فکر کوچکترها باشیم. بله باشیم. چی قربان بشم؟ چی قربان بشم ننه جان؟ بله، از غذا بنده که در احوالات این آقای رضا جان خودم فکر کردم، دیدم که باید به فکر هر دوتای شما باشم. خداوند از مادری کمت نکنه مادر. بله، خلاصه جان کلام، من معتقدم که خانه چراغ همیشه باید روشن باشه. البته منظور بنده رو که میفهمی چی میخواهم بگویم. خانه چراغ چی؟ خانم جان من که فرانسه حرف نمیزنم. خانه خانه است، چراغم که چراغه، میشود خانه و چراغ ده. بلند. ولی الان که روزه. آو خانم جان من این چراغ نمیگویم، تصدق تو برم. اما که چراغ دیگه ای نداریم. آها، حالا باید بگویم که چراغ بر چند نوع است. بفرمایید. یکی چراغ لامپا. خوب. یکی چراغ خوراک خوش. خوب. یکی چراغ آشپزی. خوب. چراغ اوبه. خوب. چراغ اتوبوس. خوب. چراغ تاکسی. خوب. و یه دنه هم چراغ عالی موشی. موش که دیگه چراغ چرا قربان، یه دنه چراغ دارد. الان عرض میکنم که کجای موشونو استفاده میکنه. باست دیگه بابا تو هم با حسرمون رو سر بردی. یه سرمون داد نزنه. ما رو باش کیا آوردیم واسه من بزرگتری کنه. خلاص و لپ مطلب رو بگو. بابو قربان خودت بگو. اصلا من چی کارم قربان تو برم. ببینی خانم جون، ما یعنی کاسه صبر ما واسه شما لبریز شده. چاکرتونم هستم. میدونی خانم این دنه صاحب برده ما سر زلف شما وایستاده و گیر کرده. مثلا حرف زد آقا نگه و دلنگ و دلونگش در اومده. یعنی کاسه صبر ما لبریز شده، همینطوری داره میرسه. قاپمونم نقش نشد. نفهمیدم تو داری خواستگاری میکنی یا سقب سرپا بازی میکنی؟ بسته دیگه اینقا حرف نزن، غلط هم ننداز. خب حالا ما اومدیم خواستگاری، یعنی من میخوام زن شما بشه. یعنی شما زن ما بشی، شما زن ما بشی. همینو وقت زنم. بله تو ماشالله خیلی قشنگ حرف میزنی. با مرگتون باید گوینده باغوش میشه. بشی بابا. خیلی خوب نشستم. ولی دیگه نداره خانم جان، انگوشت بیار جلو. بنده یه دن انگوشتر دارم، مال نامزد بنده است. البته از انگوشت اون در آوردم، الان به خاطر نامزدی در انگوشت شما میکنم. بعد از آن قروشی هم در میارم میکنم توی بیار دی آخه نداره جان من، ازید نکن، بیار جلو. ناج نکن بابا، مبارک از این شاید شیم دار میزنم چه در بیموقعی زده. نزدیک بود انگوشتر انگوشت بونیم. خوشت آمد مرگ من، خوشت آمد جان من. کیف کردی؟ چجوری این تنبیه میری برای تو قصه‌گری کردم؟ آره اروای اون عمد. عمه؟ اگه جلوتو نگرفته بودم که دختر سرسام گرفته بود. مرگ من تو بمیری با نفسش میبرن. غلط کرده دیشب نایمده کافه با بعد کسی طرف کلی بهم زرم داره. بکو بینم بکو بینم. به به از ما بیتر. واسه چی اومدی اینجا؟ من اومدم بپرسم چرا دیشب نایمده کافه. من دیشب نتونستم که ندرستی نکنه با طول مولدار به طور زدی. باره که نمیم طرف چیه؟ نه چون نیاییم. آره یارو پول جاره. پول خوب میده. پولو که گرفتم واسه میفرستم. فعلا شما ها بریم. چشمم روشن. نکنه میخواستی تنها بخوری ناچه. نه به هیچ میدم. بذار بگیرم. تو برو براش میارم کافه. میارمش بردش. من الان پولو میخوام. خیلی خوب بیا حالا اینو دارم بگیر. شب که اومدم براش میارم. برو در و همسایی ها نباید چیزی بو ببرم. برو چرا خدا برو. بله خب شب دون ترک با کافه. حالا برو به مهمونات برو. باشه جورا برو. اینا رو باست بهشون افزار زد. تا بخواد جفتک بندازم بهش افزار زد. آره بریم در من تفاق کنیم. بعدش هم یه خوره جفا. خب بینم آقا چقدر هست. بله میشنوریم. برو با خدا بده. آقا من الان شنیدم شما از کافه حرف میزدید. من تو کافه کار میکردم ولی حالا بیکارم. تو همون کافه تو رو خدا یه کاری برای من درست کنید. آنه میخیرو بابا ما خودمون دمدت داییمون جون شما کار میکنیم. اون وقت داییمون ها بیکاره. تو رو خدا آقا
اون کافه کجاست؟ من میام، شاید شما بتونین سفارش منو بکنید. حالا چه کاری میخواد؟ رقاصی که دیگه ازم گذشته، نکنه میخوای استریپتیز بکنی ها؟ نه، ظرف شوری، زمین شوری، از این جور کارا. نمیدونم یعقوب بخاطر یا نه، اما حالا به کافه بشکه در قلعه شرکت رو میکنی با سر بکنم. یاده دره، تو چند سیده؟ خب، جواب ما نرسید. آخه، نمیدونم چی رو؟ شما ها منو قافل گیر کردین. یعنی چه؟ من آماده نبودم. خانم جان، آدم باید همیشه برای ازدواج آمادگی داشته باشد، مثل خود بنده که مثل شاخ شمشاد آمادگی دارم. والا به خدا. خانم جان، زودی باش جواب بده جان، که عروسی خیر ندیدم سر بگیره. باش. چشم. قبول کرد، خدا رو شکر. مبارک از این شب باشده باشده گفتم. مبارک آقا رزم. آقا رزم مبارک. صبر بی صبر آقا رزم، بی آقا رزم. تمام شده رو بگرم شمی فرده بس مدر. خداحافظ. خب دیگه کاراتو بکن و بیا اونجا. ولی تو رو خدا صبر کنین، من باید یه چیزایی رو به شما بگم. من کارم میدونین؟ کار دیگه بیکار، دیگه نمیخوام اسم کارتو بیاری، فهمیدی؟ ولی کاری که من میکنم آخی. بابا تو هم مره کشتی با این کارت به خدا. وقتی آخه دکتر ادم شوهر میکنه دیگه کاری میبوسی میذاره کنار، تو مام شده بگارش درست آقرزه. دیگه اسم کارتو نیار، فردا عقدت میکنم. پس فردا صبح هم از این شهر میری. بله، منم شهود پای عقد میشم جان شما. شما عروسی بکنین، منم حلقه میکنم توی دست این دکتر راحت آسوده. ده دفعه کردم بیرون آوردم. به خدا، خدا حافظ. You're
خوبه هم مایه تیل از آجامیه جواد های گنج خریدی حالا داره قطع ماشینه هم میده بعدش هم همین کافر رو باش شیریک میشن آقا ناکرت هم جواد هم بچه هم مثل تابوت هم به چه سنگین داره میاد جلو جونت ها خیلی آجاریده ماکرش هم کج میری نازمتی جون ما بیا این حیات جون ما کار دارم بچه هم کار داره میخواد باستم مایه جمع باشم جون خیلی به فکر منه آقا که ما مردیم دخترم ما دیگه کارمون تمومه ما دیگه پوسیدیم من و ننه دیگه هر دو رفتنی هستیم ما خودمونم نمیخوایم تو اسیر ما باشیم ما تو رو خوشبخت ببینیم راحت تر میمیریم تو رو خدا اون مرد رو از دست نده بلند شو برو همین الان بهش بگو که حاضری کنیزش بشی کاری نکن دخترم که پشیمون بشه ولی اون نمیدونه من چی کارم اگه بفهمه از کجا بفهمه اگه پس فردا تو از این شهر برین اون از کجا میفهمه برو دخترم برو نترس من و ننت شاید تا چند روز دیگه زنده نباشیم بذار این چند روز آخر عمرمون خوشحال باشیم وقتی تو خوشبخت باشی من راضی سلام همش گوش باشه به تمه به جون آقایی خیلی ناکرتیم آقا آقا با هاتون کار دارم با من کار داری؟ بله کار مهمی خواهش میکنم یه دقیقه بیم آمارا مار میزنم آمارا خرچ رو برم ببینم چی کار داره شما مشروبات الکلی یا غیر الکلی میشه جان کنی الان بر میگردم ناکرتم آقا تو همون نبودی که کار میخواستی؟ کارو بلش کن میخوام از مریم با هات حرف بزنم خب بنار ببینم چی تو دلته سر تو بیار جلو شدی هزار ماشاءالله این چکره هایی که قربانت بشه خیلی خوش آمدی صفا آوردی انشاءالله به مبارکی الان حلقه این نامزدی رو دست خواهرتون میکنیم بفرمایید دهنتون شهری کنیم برپا سلام قربان همه کلهای کچل شما برم من اله این داشم از اهواز اومده از اهواز بنده مخلص همه بچه های خوب اهوازم سلام منم به همشم برسن مخلص تک تک شما هم هستم قربان شما میرم یک کچل دو کچل سه کچل چار کچل پنج کچل شیش کچل هفتمین کچل کجاست آجل اون نایمده کار داشته ولی برات کار برسده برای بنده کار برسده قربان لطف شما برم الهی لطف و محبت کردی همینقدر که تشریف آوردین برای من کافی زحمت نکشین که برای بنده کارت بفرسه بده کارت ببینم کجاست قربان خیلی ممنونم به 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 قربان دست شما این کارت تبریک قربان من این کارت تبریکم فهمیدم خیلی لطف فرمودین زحمت کشیدین قربان لطف باش کلک حلقه آبجی ما رو بکن بله کلک تو میکنی چش قربان دست پچه نباشین الان حلقه ملقه همه چی حاضیره دنبال عقید رفتم که بیاد ترتیب همه کارا رو بدم بندم برم دفتر امضا بکنم حالا میام برجا خاطر این آقا نیومد میاد آجان دست پچه نباش میاد راست میگی؟ دیاله برو بهش بگو دیگه زود باش رضا جان یالا دیگه چرا مرتنی زود باشت ری خیلی خوب بابا عجب قشنگ داشتی حرف میزنه بلند شو بابا بلند شو آره خب دوستان عزیز و فامیلای خوب من حالا که قرار شد ما عروسی کنیم
باز اول رفیق صمیمی ما با یه دختر خانم خوشگلی که اینجاست با هم نامزد بشن. بیاین چه ببینم فرشته. یواش بابا یواش بابا نظر مال توه. مال خراب دست بچه. بده من اون حلقه رو. حلقه با نظرم دست اون یکی نامزده. نه سه کن دست بچه نمیش. بیا. بده من. بیا. بیا چلو. آها. مبارک. بگی مبارک. بس عروسی چی میشه جانم؟ دست بچه نباشی جزی بودی نمزدی تومن باشه بود باید یه قربانه تو برم هر کاری حسابی دارد هر حسابی که تومن به خودن نمزد شدم تومن شده بسه اول یه ماچه بکنم آها نماش بکنی مبارک باشه برو کنار خوش بخشی دیگر میکنم یه واش خانه خرم بادکش میکند نوخش در نوشابه رو بازگر بیا اینم کارت کرده که داشتم خیلی ممنونم قربان مرحمت داداش جناب عالی بیت نظر مرحمت شد ایف کچلی وگرنه پدرت در می آوردن میگم چطور بودم این سیچل از این چپ بکنن لاغل بد نیست ها یه دفعه دیگه به من بگو مریم بچه نداره نه بابا یه دفعه که بد گفتم کدوم خورم اون یکی دست راست اونجا حالا عروسیشو اسام کن بابا بابا جون قصی عروسی میکنی آخو حسلم سرجم ای بابا تو آتیشه دست من تونتاره الان دیگه شروع میشه خب جناب آقای حضرت آقا آقای شاد آمد ما حاضر عروس خانمم بیتابانه منتظر این سیغه یاد بیسام جاری کنی برای کلک بود بسم الله روش سیغه ما هم جاری بفرمایند آقا بابا جان خوم رنگ ریزی که نیست هر چیزی حسابی داره در حسابم کتابی هر کتابم دفترچه ای داره برو بابا نفهمیدم چی گفتی؟ هیچی غلط کردم دختر از بیشوهری بیلتماس افتاده با جاسی بیا برو ایش که تارا نتونسته واسه من عوضی بره زندگیشو بیریخ میکنم یه بچه به به چشم ما روشن بله دیگه ناک فتوه حروف کنم شدی بالنش بده بی پدر و مادر باسته بینا کجا؟ کیاسی؟ من تو ما فتشی؟ آره ما فتشم بسر بیا آجی از دازی رو من بزنیم ما فتشم برست با این دیم منه چسیده بلکه از اون بر بیام راحت سر بیرشم ساکو این که بابا دعوا نداره دو تا مستر یه زنی مثل اون که دعوانه میکنن پسر اکی نمیدونه بدون اونه که نشونی سر صفر عقبت نشمه خودمه اون یه رقبات نه از اونایی که مردها رو روبرا میکنن و خودشونم خوراک عشق آخر شبشون میشن نه اون زن خیلی از اون بیتراش تو کافه یعقوب هر شب سر میز این اون ترک میزنن تو قرم هستن قیمتشونم خیلی ارزون تر از این حرف باست که تو فکر کردی تو اونو میخواش خیلی خب بابا مفت چنجه برای گوش کن چی میگم من لیاقت مردی مثل تو اینجور زنا نیست لیاقت ندارم دستشون با تو توی سخره بره هرچن به ما چه حتما میخواش ما که بخیل نیستیم خیلی خب بابا برش دار اما اقارم بدون چی کاره بوده واسه اینکه اینجور زنا اینقدر ذاتشون خرابه که حتما خودش چیزی بهت نگفته اینایی که این مرد میگه درسته؟ لب بتکون زن به من بگو یه کلمه بگو که این نانشیب داره دروغ میگه به فنای علی اگه بگی داره دروغ میگه گردنشو خورد میکنم بگو بگو مریم به یه لبش بگو بگو اسم مریم نیست و عروسکه بهش بگو تو یه شب عروس هزارت مرد بودی بگو چقدر هرزه ای بگو ده بسه بسه دیگه ساکت باش بابا جان ساکت قربانه تو برم نراحتی نکن قربانه را بیافتیم بریم اچه بلا زلیلت هم بکنه که زندگی مرده و با هم زنی نراحت نباش بابا جان گریه نکن قربانه برم همیشی درست شد گریه نکن بشین همینجا تا
تمام با عمو تقی خدافزی کنم. باری کرده بخدا. خب تقی جون، ما دیگه رفتی. دیدار به کی نمیدونم، کجا دارم میرم نمیدونم، اما واسم دعا کن که خدا دلم رو از مهر اون زن خالی کنه. بعدش هم خودم یه کاری میکنم بگیره، واسه این که لیاقتش رو ندارم. خب تقی جون، خداحافظ. قربونت برم. خداحافظ تقی. ننه خداحافظ. فرشته جون خداحافظ. خداحافظ آقا رضا. میبخش. به سلامت. بچه هم کنم. مگه توی ماشین نبود؟ چرا؟ دایی من بگرد پیدا. منوز! 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 آقا این بچه رو ندیدی؟ نه آقا ما کسی رو ندیدیم. حقی بابا کجا رفتی؟ نیست، معلوم نیست. نمیدونم کجا رفته، نکنه فرار کرده باشه. آه برای این که اون مریم دوست داره نمیخواد از اون جدا. بچه‌م کجا رفت؟ هرچی گشتم پیداش نکردم. تقی پسرلکی نزن، تو ناراحتش کردی. اون مامانش دوستش، عزیز دل. من باید پیداش کنم، من باید اون رو پیدا کنم. من کجا؟ کجا داری میری الکی؟ دوباره بچه‌م، من دارم دیوونه میشم، باید بدونم اون کجا. بابا همینجا بابا. ملوس دخترم، دختر عزیزم، کجا بودی؟ چطور شد؟ چجوری گم شدی؟ چجوری اومدی اینجا دخترم؟ او خودش نخستم رای تو بیاد مسافرت. این وروجک مامانش دوست داره. آره دخترم، آره؟ آره من مامانمو میخوام بابا. همه بچه ها مامان دارم، من ندارم. بچه ها به من میگن تو مامان نداری. مامانت مرده، مامان من نمرده بابا، مگه نه؟ برو اونو بیار پیش من، من اونو دوست دارم. اگه نیادش من فرار میکنم، اینقدر میگردم تو پیداش کنم. میخوام اون من شما بغلش بخوابه. بیا عزیز جان، بیا خودم میبرم میخوابنم، داره حفرشو بیا. برو دخترم. بابا جونم قربونت برم، من تو هم دوست دارم. برو مامانمو بیار، آخه منم باید مامان داشته باشم. تقصیر توی که من مامان ندارم، همش تقصیر توی. رضا، اون زن بیچاره مجبور شده برای لقمه نان بر آواز خانی بکنه. از کجا که با همه این حرفا از خیلی از زنای دیگه خرسادتر نباشه. دیگه اسم اون زن رو نیار. چرا که نیارم؟ تو به اون فرصت دادی؟ تو اصلا از وضع زندگیش چیزی از او پرسیده بودی تا بفهمی برای کاری که میکنه گناهی داری یا نه؟ تو اصلا از خودت پرسیدی گناه زن اولت چقدرش بکردنه تو ها؟ یما گذشتی رفتی مسافرت، انگار نه انگار که زن و بچه داری. خیال میکنی یه زن فقط دلش خوشه که شکمش سیر بشه؟ خب اگه اینجوری از هزار راه دیگه میتوانه شکم صاحب مردش سیر بکنه. ملوس به مادر احتیاج داره رزه. بعد از چند سال که در انتظار تو مادرش بوده، یه دفعه اون زن جلوش سبز شده، بون محبت کرده. حالا اونو میخواد. یعنی میگه چی کار کنم؟ هیچی، میخوام کاری رو بکنی که هر جوان مرد درستی حسابی میکنه. بری سراغش، بردی؟ نه، حرفشم نزن. میخوام به حرفاش گوش کنی رزا، درد دلش بفهمی. بعد قضاوت کنی که اون زن فاحشه است یا یه زن بدبخت درمانده ای که توی منجلاب افتاده، آرزو داره یه جوان مردی بیاد بسونه بگیر اونو برای عوض نایدش بکنه. نه تاقی، گفتم حرفشو نزن. برو رضا، به تو میگم برو به حرفش گوش بده، آدم باش. نه نه نه. یرغان سلامتی تو پدر. بره اونجایی که درد و غم نباشه، نوش جونت. قربان تو. نوکرت هم بخوری. بیا موسیو. آخیش سلام. نسی بره دنبال یه کار دیگه زن. آخه چرا؟ برو عبدی تو نصیحت کن، برو از ما دیگه گذشته.
آخه چرا؟ چرا؟ برم کن میگم، به اندازه کافی درد سر و بدبختی دارم. چقدر میخوای؟ دلم گرفته، فقط میخوام خود باهات حرف بزنم. اینا همش مال تو، همش مال تو. بلند شو بیا اینقدر فکر نکن. وقتی پای نصیحت میرسه همه مردا واعظن، اما وقت عمل هر کی از یه طرفی در میره. هیچ کدومشون اینقدر مرد نیستن که به فکر نجات ما باشن. کم و کسری همه زنایی مثل ما فقط یه مرده، یه مرد راست راسکی، یه مرد واقعی. اما کو؟ همه اول ادعای مردی دارن، مردیشون هم با ما امتحان میکنن، اما پای مردونگی که وسط میاد هر کی از یه طرف در میره. اگه یه مردی پیدا میشد و دست یه زنی مثل منو میگرفت، از این لجنزار، از این کثافت بیرون میکشید، من تا آخر عمرم کنیزش میشدم. گفتی بریم ببینیم وضع دختره چطوری شد؟ چرا؟ پس اینجا کافه است، ها؟ نه تو بمیدو، اینجا همومه، بیا. اما باشه مدیر این زن مرد قطیه. آه، داخل یه نوره گیرمون بیاد. بیا کنی که پیدا باشه با یه پولیش باشی. بشین بابا، بشین. Thank you.
باشه. بهت کی گفتم دوره این کار دیگه برای من تموم شده. کلفتی، رخشوری، گدایی، هر کاری که لازم باشه میکنم. اما این کارو نه. صبر کن ببینم. چی شو؟ همین که گفتم. ای گارسون، بس این کباب بی صاحب چی شد؟ آخه ما مردیم. نورکس بگو بزنم. اینا باز برای یه دفعه هم شده منو تو لباس راست راستیم ببینم. میگم قشنگم بزنم. نخواستی گوش بکنی آقا؟ آره، کاش نشنفته بودم تقی، چقدر تلخه. بله، خیلی تلخه. نباتتو پوشیدی؟ یه بار از سر میز من امقا بشی. گفتم که دیگه نمیرم. چی؟ نمیری؟
نه، تو هم هر کاری دلت میخواد بکن. من دیگه به زندگی گذاشتم بر نمیگردم. من از همین امشب به بعد دیگه آواز نمیخونم، نمیرخصم، رخت خواب پر کنه مردا نمیشم. عمر زیادی کرده ناکه، تو هر کاری که من بگم میکنی و الا خونتو میریزم. میخوای منو بکشی؟ خب چرا مچلی؟ خونمو بریز. خیال میکنی از چی میترسم؟ از جونم میترسم؟ من بیزارم از زنده بودن، کفدار. پس بیا جونمو بگیر و راحتم کن، منو بکش. اگه نری سر میز اونا بشینی مطمئن باش که این کارو میکنم. من نمیرم. بلبل شدی؟ یالا زود باش حیوان، هر کاری دلت میخواد بکن. پس بگی باش آروم حیوان، بیترش به اندازش داستتون میبوری. چرا گذاشتی مهرت تو رگ و ریشه من چنگ بندازه؟ من چه تقصیری داشتم؟ من کی همچین کاری میخواستم بکنم؟ من که دنبال تو نیومدم. بعدشم که برای خواستگاری اومدین، هرچی خواستم از وضع کارم براتون بگم نذاشتین، امونم ندادی. خلاصه حالا که فهمیدی چه جور آدمی هستم، کارم چیه، زندگیم چجوریه، دیگه برو، برو ولم کن. بذار با بدبختی بسازم. برو دنبال زندگیت. تو باید یه زن نجیب دست نخورده بگیری که برای بچه‌ت یه مادر خوب باشه. من دیگه آلوده شدم، نفس من زرد داره. اینقدر دست کثیف و ناپاک به من خورده که همه جون من پر از نکبت و غم و درده. من از وقتی که آفتاب غروب میکنه باید چراغ روشن زندگی مردای حریص و کور از شهوت و خوشی بشم. حالا که همه چیز زندگی منو فهمیدی، برو، چرا خدا برو، برو منو ولم کن. خب اینجور که تو میگی از این کاری که میکنی راضی نیستی، پس چرا ولش نمیکنی؟ همه جای یه لقمه نون پیدا میشه، تو هم یه نفر آدم که بیشتر نیستی. مگه تو چه خرجی داری؟ میخوای بدونی چه خرجی دارم؟ میخوای بدونی چرا نمیتونم دست از این کار بردارم؟ پس بریم تو نشونت بدم. توی دخترم همون مرده که گفتم پدر. خوش اومدی.
خوش اومدی پسرم، خوش اومدی، بیا بیا تو بشین، بفرما بفرما بشین، بیا تو بیا تو. انیس انیس جون نگاش کن، این همون مرده که میخواد دخترمونو بگیره، نگاش کن، ماشالله ماشالله. اون فلجه سکته کرده، موشو حواس داره، میشنفه، میفهمه، اما دیگه کاری ازش بر نمیاد. نگاش کن، نگاه، اون دومادمونه، دومادمونه. خوشحالی نه؟ خوشحالی؟ آره؟ من اگه قول بدی که دست از این کارات بکشی، هر کاری که بخوای برات میکنم، هر کاری که قول میدم تو آخر عمرم کنیزت بشم، تو دنیا جز تو به هیچ مردی نگاه نکنم، حتی تو اگه اجازه ندی به پدرم هم نگاه نمی کنم، حاضرم قسم بخورم. أشهد أن لا إله إلا الله. خدایا گناه کردم، خطا کردم، شرمسار، خجالت میکشم. خدایا تو رو به این بزرگوار قسمت میدم، از سر تقصیرات من روسیا بگذر. خدایا حالا که بهم شانس اینو دادی که صاحبه زندگی آبرومند بشم، کنیز خونه یه مرد بشم، بهم قدرت بده تو بتونم خوشبختش کنم. خیر خوب است، برو. این بچه هم که بهت گفتم مال یکی از رفقای آقا رضا است، پشو پشو تیغربان تو، برو، نه برای من درد سر درست کن، نه برای خودت، برو عزیز جان، برو. سلامت جا آقا، جون آقا یعقوب خیلی قشنگ میرفت آقا. ای خورده بیشتر تا پروشه سر رو سینه جلی گرده بیشتر تون امیری این دو نفر شاهد دادن که چجوری میخواد عدد مادرشون بیارن آقا. آره راست میگه تون امیری. اکبری تعریف کن بگو چه مشتی میرفتن جون ما. جون آقا مرکه ببین جون شما خیلی جلالی، جینایی، هر چونی بگی میرخزم. یه خورو بیشتر نگاهشو بکن. به، یارو گردنه بگی، برات بینه، خوشما، به، ماشالله، برم خونه کرد. سامیه جمال کیه؟ راحت بگی بابا، اینا به درد ما نمیخورن. چه؟ فایده نداره جواتی، اینا عروسک بهشو نیستم، من اونو میخوام، عروسک، یا یکی مثل اون. نمیشه برای گوشی خاک دوستنه تو بکنم. نفهمیدم تویی؟ باز که تو دوباره پیدات شو. کلید قفل بستت دست منه آقا. باز دیگه چه کلکی تو کارته؟ اول به من بگو مریم بچه داره یا نه؟ تو این چهار ساله که میشناسمش نداشته. تو اون زنو میخوای واسه اینکه مال توه، منم اون بچه رو میخوام واسه اینکه اون بچه منه. اون جایی که اون زن داره میشینه جای منه، یه روزی اون خونه خونه من بود، اون مرد شوهر من بود، اون بچه بچه من بود. رضا اون زن رو میخواد فقط واسه اینکه مادر بچهش بشه، حالا اگه بچه نباشه وجود اون زنم زیادیه. یعنی میگه بچه رو بکشمه؟ تو غلط میکنی، به اون بچه نگاه کنی. تو فقط به من کمک کن بچه رو بدوزیم واسه من، اون وقت اون زنم میمونه واسه تو. باشه. آقا یعقوب جون، آقایی درست شد آقا، با چند روز دیگه عروسک بازم روی این سن آتیش به پا میکنه. ببینم چی کار میخوای بکنی. فقط ازت یه جای دنج و مطمئنی میخوام که بشه یه چند روزی بچه رو توش قایمش کرد. باشه دارم، قربونتم آقا.
قربونت برم خانم بالا، تو هم مثل من زنی. تو میفهمی یه مادر از دور یه بچهش چه زجری میکشه. والا کبر خانم جون، من اجازه ندارم، من نمیتوانم بذارم تو این بچه رو ببینی. من فقط میخوام این عروسک رو بهش بدم. والا چی بگم، نرو دختر جان، آقرزه من رو دعوا میکنن. چه عروسکی قشنگی. مال تو عزیزم، بیا بیا خوشگلم، بکش. بیا آقرزه من، بیا عزیزم، الهی قربونم شکل برم، الهی من برای تو بمیرم، بذار دست تو ماچ کنم. قربون این دستای قشنگیت، بیا عزیزم. بیا برو کبرا خانم. چی شد؟ چی شد کبرا خانم؟ دارم خفه میشم. قربون دستت یه لیوان آب. الان میارم، الان میارم. چی باید اینجا بمونیم؟ تو هر وقت که من بکنم. بچه باید خیلی مواظب باشین ها. ببین چی میگم. تو برای دمونده شما هم همینجا مواظب باشین. یه وقت بند آب ندین ها. من رفتم. خیالت تخت باشه. حالا خب برای. پیداش میکنم. آسیر سنگم شده. این لکاته رو پیداش میکنم. پیداش میکنم. من با رضا کار دارم. باز کار توه. جواد خالدرم. کار توه نامرد. من بچه دوز نیستم. آمدم بهت بگم کجاست. کجاست؟ من بچه تو پرت میدم. فقط به این شرط که اون زن برگرده پیش ما. وای نامردی! کشمت. بچه هم کجاست؟ اما اگه منو بکشی دیگه نمیفهم اون بچه کجا؟ حالا میبینی؟ آه بزن خفت میکنم بچه هم کجاست؟ کجاست؟ از من حد دار نمیاد. اگه تا یه سر دیگه من بر نگردم یکی از آدم هم اون بچه رو میکشه. نامرد! مادر تو هستم عزیزم. نه، گفتم که تو مامان من نیستی. چرا من مادرتم؟ واسه همین قد جونم دوست دارم. هر کاری که بگی برات میکنم. 5 سال حسرت اینو داشتم که یه روز تو بغلم بگیرمت. 5 سال روز و شب عشق ریختم. تو بفرما، فقط ببین که چماغی آوردم. بفرما. پس بردن بچه کار جواد بوده. من خیال کردم کار کبراست. یواش بره. حالا میدونم چطوری پیداشون کنم. راه بیافت بریم تغییر. راه بیافت. گره میفتم. بیا. امان یواش. خانم بیا. جون آقای بیا. بچه کجاست؟ اونجا تون اتاقه. به به جمالتون گلبارون، عجب بلایی درست کردین. آره. خیلی باحاله. توف، منو باش که داشتم فکر میکردم بچه رو برگردونم پیش تو، اما تو یه بدتر از من سرنوشتت فاحشگیه.
بازم برگشتی سر خونه اولت. انگار شرفداری زیاد بهت نمیسازه. آره، تو مال جایی هستی که تا آخر عمرت باید همونجا باشی. توی لجن لیاقتت هم همینه. پس چرا بچه رو نمیفرستی بره؟ هنوز کار تموم نشده. اگه دوباره فیلت یاد هندستون کرد و برگشتی پیش اون یارو چی؟ از کجا معلوم کلک نیامده باشی؟ از کجا معلوم تو بچه رو ول بکنی برگی بری پیش آقا رضا جونه؟ حالا میخوای من چیکار کنم؟ راهش اینجا نه که جواد خالدار جان باشه بلده. علی شکر. اینا رو بگی تا بعد بگم. خیال می‌کنی بگی اصلی ولش می‌کنه بره. سفتاست. آره، چیزی نیست بعد از آرتومنه. وقتی امضا کردی دیگه بیل بیکس کار توای هندستون نمی‌کنه. میدونیم. اگه بخوای پیش جواد خالدار جونت بری سر از زندون در میاری. یا حالا بگی امضاش کن. فقط هم امضاش کن. باشه. هر جور تو بخوای. جون آقایی خوشگل امضاش بکنی ها. دانه به دانه امضاش کن. تمیز و پاکیزه. جانه نگونم چه باید خوردار کچا بزنینش یارده هم بسن بگیرم چه باید خوردار کچا بگو بینه یاردم تو خوب بدنم هم بسن بگو نامنه بیشه بزنم تو سر پدرم جوارم گرده سرخ هستم توی یه باقه بقر بیمارستم چون بکنی؟ بینه میکوش رابیوف، رابیوف چرا این کارو میکنی؟ چرا؟ واسه اینکه اون بچه برگرده پیش پدرش اگه من برگردم سر کارم اون بچه رو فیل میکنه منم برای همین برگشتم شاید خودمو بکشم شاید فرار کنم هزار تا شاید دیگه هم هست اما اقلن اون بچه بر میگرده زیر سایه پدرش اون بچه منم هست درسته؟ درسته پس پیش منم میتونست بمونه اما چی میشد؟ یه زنی مثل ماهایی فلگرد یه بی سر و پایی فاحشه تو اینو میخوای؟ من یه عمر انتظار کشیدم که اسم یه مرد رو سرم باشه اما اینو به قیمت بدبختی و دربدری یه بچه بیگناه نمیتونم داشته باشم واسه همینه که برگشتم رابونو بره، رابونو بی صاحب گاز بده الا الا زل فلا تموم شد خوبه حالا زنجیره به پات دفتش کردم باید احضاش مکنم جرده قشنگی هم بره امضاش مثل خاک راسته نه بابا درسته درسته این یکیش جوریه این هم درسته جونتو همه بله همه چند بکن آره با آره این یکی هم درسته بده
چلو بذاره نفتش میکنم تا زنه که بیا زنه ببینم بزم دیگه من بچه را میبرم از یه شهر دیگه برات میفرستمش اما این زنه نه این با من میمونه تا تمام موهاش رنگ دندونه سفید بشه برو تو ماشین بچه هم بینم میرم چشم اگه به پلیس بگین یا مزاحمت درست بکنی این بچه را در جون میکشمش جلو نیان بابا جان حالا بهتون حالی میکنم بیا منو ببر تو بچه جون بکن بیز نفقه خودم میبرش نامر من دیگه ازش گذشتم خدا ازش بگذرم
فریاد من بدبخت برس تمام کنار آب نیم آقایزم میگم تکلیف من چی هوای من داشته باشه آقای نه درمی جنوبه جنونا یا همون چوبا صحفتو بده آقای عبدی ما چی شد؟ این داشت همشت اومده وقت قربانتون برم الهی از خاک پاک گیلان آمده آقا رزه حتما خبر خوشی داره من برم ببینم چی میخواهد بگوید من مخلص همه بچه‌ی رشتم همه شنه میدنه کنار ما همه اون بچه تهرونی فقط تو شهرتون ها کار میکنیم من اومدم کلک کارو بکنم آبجی بیا بینم اینم لباس عروسیت آقام تو خونه منتظرته مادر شکر والا بنده از خدا میخوام هرچی زودتر با آبجی جناب علی ازدواج بکنم ولی میدونی یه قدی گرفته سب بودم این بود که آقا بفته درست آقا رزه یا نه نداری مگه نه نه آقا رزه شما گرفته یعنی گرفتر نبودم ها نه دیگه حالا ادای مرا در میاری اینجور اینجوری میکنی من گرفتر بودم میدنی آقا رزه من اصلا با تو کاری ندارم بجرد علکی خندید ده مرا کنف میکنی ببرینش ببرن هنوز حق نکردم تو برمان میکنده ببرم باشه آقا رضا الان طوق لعنتو میندادم گردنش خاطرت جمع جمع شه خونه نشینش میکنم برو با گرد